بسم الله الرحمن الرحیم. 78مین و آخرین جلسه ستاد ملی کرونا در دولت 12 بود امروز که روز میلاد با سعادت امام 7 حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه، انشاءالله از برکت روح بلند پیامبر و ائمه هدا مردم ما در مسیر صحت و سلامت قرار بگیرند و شر این ویروس به زودی از سر مردم ما و همه مردم جهان کوتاه بشه. خب ما به طور منظم تقریبا همه هفته ها، حالا به استثناء یکی دو هفته خاص، همه هفته ها از آغاز داستان که پایان سال 98 بود ستاد ملی کرونا شروع شد و هر هفته ما جلسات منظم رو داشتیم و خدا توفیق داد که در این جلسات مباحثی که قبلا در کمیته ها محل بحث و بررسی قرار گرفته بود مطرح بشه و تصمیم گیری بشه و این جلسه متصل بود با جلسات ستاد استانی. همه استاندارهای محترم و همه رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی هم برخط در این جلسه در واقع حضور داشتند و این خیلی کمک کرد به ما. یعنی اگر این اتصال نبود، خب ایجاد هماهنگی در سراسر کشور ساده نبود، اما چون بالاترین مرجع تصمیم گیر مقابله با کرونا ستاد ملی بود و ستاد ملی هم در واقع از طریق ویدیو کنفرانس همه استاندارهای محترم، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی حضور داشتند و گاهی هم که ضرورت داشت نکاتی که مورد نظر اونها بود مطرح می‌کردند و ما استفاده می‌کردیم. این اتصال و هماهنگی بسیار ما رو یاری کرد و کمک کرد برای اهدافمون. ما در هر هفته تصمیماتی که احساس می‌کردیم ضروری هست در این جلسه اتخاذ می‌کردیم. مردم عزیز ما بدونن مجموعاً در این 78 جلسه 573 مصوبه رو ما گذراندیم. این مصوبات همگی ابلاغ شده و اجرا شده و اهتمام بر این بوده که دقیقاً مصوباتی که در اینجا تصویب شده اجرایی و عملیاتی بشه. خب این جلسه در واقع جزو نهادسازی های نظام بود. یعنی نظام ما از آغاز درگیری با این ویروس احساس کرد که یک نهاد جدیدی رو نیاز داره برای اینکه بتونه با این ویروس مقابله کنه. این نهاد از طریق شورای عالی امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تصویب شد، مقام معظم رهبری اون رو تایید کردند و اختیارات این جلسه رو مساوی اختیارات شورای عالی امنیت ملی قرار دادن. لااقل کمتر اتفاق میفته. ما البته داشتیم مواردی، مثلا در ماجرای عراق ما داشتیم شورای عالی امنیت ملی یک جلسه رو در دبیرخانه مصوباتش رو مساوی شورای عالی امنیت ملی تلقی کرد در اون مقطع در سال 2003. داشتیم منتها خیلی محدود مواردی بوده، این مورد جزء اون موارد بود و خب در طول یک سال و نیم این جلسات تشکیل شد و این جلسه هم جلسه ای بود که در واقع هم نیروهای مسلح حضور داشتن هم قوای دیگه حضور داشتن. یعنی این جلسه تنها قوه اجرایی و دولت نبود،
هم قوه اجراییه بود، هم نیروهای مسلح بودن، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شرکت میکردن، فرمانده ناجا شرکت میکردن و همچنین از طرف قوه قضاییه دادستان کل شرکت میکردن و همچنین از طرف مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس که خب اون زمان نایب رئیس مجلس هم بودند در این جلسه شرکت میکردند. از صدا و سیما هم خب در همه جلسات رئیس صدا و سیما حضور داشت و این هماهنگی و همفکری که بین سه قوه و بین مقامات لشکری و کشوری تقریبا یک چیزی شبیه ترکیب خود شورای عالی امنیت ملی داشت در یک سطحی، بسیار این نهادسازی درست و به موقع و دقیق و سریع انجام شد، چون ما کرونا در واقع در روز آخر بهمن روشن شد که وارد ایران شده در سال 98، مصوبه شورای عالی امنیت ملی سوم اسفنده، شنبه سوم اسفنده، بنابراین فوری این تصمیمات اتخاذ شد و تکمیل شد و در کنار این ستادها کمیته‌های مختلفی تشکیل شد. رؤسای کمیته‌ها تلاش کردند، فعالیت کردند در بخش‌های مختلف و مصوبات رو اونا خودشون جلسات متعددی داشتن. ما البته 78 جلسه ستاد ملی داشتیم، یه 78 جلسه هم تقریبا جلسه داشتیم از رؤسای کمیته‌ها، اما در این حال خود کمیته‌ها به ویژه جلسه داشتن و مصوبات داشتن در بخش‌های مختلف. حالا خود وزارت بهداشت درمان جای خود داره، اون که خب حالا در خط مقدم بود و خود وزیر محترم و معاونین محترم، مخصوصا معاون بهداشت که سخنگوی این ستاد هم بود، بسیار زحمت کشیدن، معاون درمان و همینطور سایر معاونین و سایر مقامات در وزارت بهداشت درمان و بعد در کنارش هم وزارت کشور که مخصوصا از زمانی که قرارگاه عملیاتی در این 9 ماه اخیر تشکیل شد و وزیر کشور فرمانده این قرارگاه عملیاتی شد، اینا بسیار یاری کردند و کمک کردند در این امر بسیار مهم و تصمیمات ما همواره بر پایه خرد جمعی بوده. یعنی نشستیم، بحث کردیم، بررسی کردیم، تصمیم گیری کردیم، چه در کمیته ها چه در رؤسای کمیته ها. بنابراین حداقل میشه گفت در 3-4 رده این تصمیمات پخته میشده، در کمیته ها بحث میشده، در خود وزارت بهداشت درمان بحث میشده، اینا در قرارگاه عملیات میرفته باز 2 مرتبه بحث میشده، در رؤسای کمیته ها 2 مرتبه بحث میشده، بعد میامده در ستاد. در چندین مرحله این تصمیمات مورد بحث و بررسی و دقت نظر قرار میگرفته و الحمدلله تصمیمات پخته ای بوده. همه تصمیمات رو ما برگردیم نگاه کنیم، تصمیمی نمیبینیم که برخلاف اصول علمی یا روندی که حتی در جهان امروز وجود داره، تصمیم ما برخلاف اونها باشه، در همون مسیر بوده، در همون مسیر ما حرکت کردیم. البته از تجربه جهانی هم ما استفاده کردیم، خود دانشمندان ما هم در اینجا پژوهش‌های مختلفی داشتن و ارائه کردن در سطح جهان. خب ما چاره ای نداشتیم از آغاز که بر توان داخلی خودمون تکیه بکنیم، چون کسی اولا در اون اوائل که هیچ که به هیچ که کمک نمی کرد، حالا ما که تحریم بودیم بمونه، برای ماسک هم کسی به کسی کمک نمی کرد، حتی تو هوا ماسک رو می قاپیدن از این کشور به اون کشور نرسه، در دارو همینطور کسی حاضر نبود ما رو یاری بکنه، در ماسکای ویژه‌ای که حالا سن 95 اینا اصلا کسی نبود به ما بده، تجهیزات پزشکی که ما نیاز داشتیم، ونتیلاتورهایی که نیاز داشتیم، تختای ویژه‌ای که نیاز داشتیم، اکسیژن سازهایی که نیاز داشتیم، کسی حاضر نبود، همش بر توان و بر امکانات داخلی خودمون تکیه کردیم و الحمدلله هم موفق بودیم. یعنی در زمینه پروتکل بهداشتی، حالا در رأسش مواد شوینده بود،
که هیچ وقت کم بود ما در مواد شوینده نداشتیم. در ماسک هم خیلی سریع رسیدیم در یک سطح بسیار وسیع با قیمت مناسب در اختیار مردم گذاشته شد. پس در زمینه‌های پروتکلی اونی که نیاز به لوجستیک داشت اونش تأمین شد. حالا وزارت صمت، شرکت‌های دانش‌بنیان همه وارد عمل شدند، خود وزارت بهداشت درمان همه تلاش کردند. الحمدلله ما به نتیجه رسیدیم. اون جاهایی هم که نیاز به مسائل مالی داشت، ارز داشت، علی رغم تحریم حالا پیچیدگی‌هایی بود، ولی بانک مرکزی، بانک‌های دیگر همه یاری کردند و کمک کردند. خود وزارت خارجه در این زمینه فعال بود و کمک می‌کرد. نهادهای نیروهای مسلح در کل انصافاً با همه توان به صحنه آمدند. از همون روز اول ستاد گل به صحنه آمد، قرارگاه ویژه‌ای رو تشکیل دادند، قرارگاه امام رضا، سپاه، ارتش، بسیج. خب ناجا که همش تو این مسیر حضور داشت برای اجرای مصوبات، بار سنگینی بر دوش داشت. قوه قضاییه ما رو یاری کرد، کمک کرد، مجلس شورای اسلامی، همه یاری کردند و همه کمک کردند. و اگر این یاری و کمک همه با هم نبود ما به این نقطه نمی رسیدیم. خب صدا و سیما نقش زیادی داشت. صدا و سیما هم می بایست اون چه ما تصمیم گرفتیم اعلام بکنه، هم میبایست تبیین بکنه، هم میبایست تشویق بکنه، هم میبایست حرفهای ناروایی که خارج نشین ها میگفتن و ذهن مردم رو مشوش میکردن اونا رو پاسخ بده. به هر حال صدا و سیما مسئولیت سنگینی داشت، با همه توانم واقعا وارد عمل شد و تلاش کرد و کوشش کرد و این کار بسیار مؤثر بود برای اینکه ما بتونیم به اهدافمون دست پیدا کنیم. خب ما بی مشکل نبودیم. البته افکار عمومی، مسائلی که مطرح میشد، دوگانه هایی که حالا یا خارج نشین ها درست میکردن یا حالا بعضی جا ممکن بود اختلاف سلیقه باشه، اختلاف نظر باشه، یک دوگانه هایی مرتب درست میشد. اولیش دوگانه علم و دین بود که بسیارم خطرناک بود. البته عددشون زیاد نبود، ولی حالا یه عده‌ای به هر حال گوشه و کنار درست کردن که مثلا آیا علم و آیا پزشکی و اونچه که وزارت بهداشت درمان میگه و یا نه جای اون دعا و توسل و متکی شدن به ارواح طیبه بزرگان، عرض کنم که وحی و دین، و این دوگانه کاملا نادرستی بود. اصلا این دوتا در کنار هم هستند، یعنی علم در کنار دینه، وحی در کنار یافته های علمی یقینی بشری هست. و در این زمینه خب ما همیشه هم توسل داریم، هم اتکای ما به خداونده، هم توسل ما به ائمه و هداست، و هم باید از همه امکانات علمی استفاده کنیم و بهره برداری بکنیم. یک دوگانه بسیار خطرناکی بود. در رفع این دوگانگی خب بیان مقام معظم رهبری و عمل ایشون، هم ایشون بیان کرد، کمک کرد، ستاد رو ایشون تایید کرد، مصوبات ستاد رو ایشون تشویق میکرد مردم رو. حتی خود ایشون میگفت من تابع مصوباتم، هر مصوبه باشه من همون اجرا میکنم. در عمل هم همین کار ایشون میکرد. اگر روزه بود، برنامه ای داشت، جلسه ای داشت، همه جا پروتکل ها رو ایشون مراعات میکرد و ایشون هم با زبان هم با عمل این دوگانگی رو از بین برد. مراجع اعظام و بزرگان حوزه و دانشمندان و فرهیختگان، اونها هم به صحنه آمدن. یعنی یک مرجع نبود، یک عالم بزرگ نبود، یک مدرس عالی مقام نبود که بخواد این دوگانگی رو ایجاد بکنه. یه عده‌ای در سطوح پایین یه حرفایی می‌زدن، ولی خب این دوگانگی به حمدالله نذاشتیم شکل بگیره. یک دوگانگی بزرگ درست شد، دوگانگی سلامت و معیشت، که آیا باید پروتکل حفظ بشه، آیا باید مغازه‌ها باز باشه، آیا باید مشاغل باز باشه. یک راه بینابینی به هر حال تصمیم گیری شد، سلامت در اولویت اما در این حال معیشت هم مهم.
خب ما تمام تولیدگرهای ما کار تولیدشون انجام دادن، ما یه روزم تعطیل نکردیم. کارخونه های بزرگ ما، همه تولیدگرهایی که مواد غذایی تولید میکردن، مواد مورد نیاز جامعه رو تولید میکردن، همه یک روزم تعطیل نشد. البته پروتکل ها رو به حمدالله اونا مراعات میکردن. خدمات هم همینطور، تمام خدماتی که میبایست برای مردم داده بشه همه خدمات انجام میگرفت، از حمل و نقلش گرفته، از نمیدونم انرژیش گرفته، نمیدونم آب و برق گرفته، هرچی که بود به هر حال همه خدمات در کشور انجام میگرفت، منتها در چارچوب پروتکل ها. حالا گاهی هم لازم میشد خب مثلا یه هفته ای دو هفته ای مغازه ها بسته میشد یا مشاغل خاصی عرض کنم که تعطیل میشد، سفرهایی تعطیل میشد، حالا اون یه شرایط ویژه بود. ولی این دوگانگی هم ما نذاشتیم، به هر حال با مراعات پروتکل این دو رو در کنار هم قرار دادیم و عبور کردیم از این مسائل. آیین‌های دینی و مذهبی بعضیا میخواستن دوگانه درست کنن، این هم به هر حال ما همیشه تاکید کردیم که آیین‌های دینی مذهبی تو ماه رمضان محرم خواهد بود، تعطیل نخواهد شد، اما در این حال اونا باید بیش از دیگران پروتکل های بهداشتی رو مراعات کنند، چون این پروتکل ها جنبه الزامی وجوب داره، اون مناسک خب جنبه مستحب داره و این مستحب و واجب در کنار هم باید تلفیق شن و زمینه بشن. تو بحث آموزش خیلی بحث بود که حالا دیگه من بر نمیگردم به بحث های اولیه، باید آموزش پرورش تعطیل بشه، دانشگاه ها تعطیل بشه، باز باشه، چه کار بکنن، علم کلن و آموزش علمی ما نتونیم انجام بدیم، بتونیم به هر حال اینم فضای مجازی و سیستم ارتباطات، فضای سایبری، صدا و سیما کمک کرد و ما دیدیم به هر حال آموزش پرورش، آموزش میلیون ها دانش آموز انجام گرفت، میلیون ها دانشجو در سراسر کشور، و انصافاً فضای مجازی در این زمینه و ارتباطات و شبکه ملی اطلاعات بسیار ما رو یاری کرد و همچنین صدا و سیما که هم آموزش بود، البته عمدتاً غیر حضوری جز موارد استثنایی، ولی آموزش حفظ شد. و سر واکسن یک دوگانگی درست شد که آقا واکسن داخلی یا واکسن خارجی، اصلا واکسن بخریم یا نخریم. خب خیلی بحثا بود، خب این هم ما دوگانه شو برداشتیم، گفتیم نه ما باید واکسن خارجی، هر جای اطمینان کردیم مرجع ما هم وزارت بهداشت درمان، گفتیم واکسن قابل تایید منه، باید بریم خریداری کنیم بیاریم، در داخل هم باید با همه توان کمک کنیم که بسازیم و تولید کنیم. کار بسیار درستی بود واکسن داخلی ما، مالا خیلی عقب نبود از واکسن دنیا، مثلا 6-7 ماه فرض کنید یه فاصله کمی داشت. خب واکسن ساختن کار 6 ماه و 1 سال و 2 سال که نیست، واکسن سالها زمان میبره تا به اون نقطه مطلوب برسه. گاهی وقتا واکسن هایی بودن 12 سال، گاهی 15 سال طول کشیده تا برسه به اون نقطه نهایی. ولی خب اینجا استقرار بود دیگه، چاره نبود، میبایست در یک زمان کوتاهی، دنیا هم به این نتیجه رسید که به هر حال به صورت استقرار سریع بتونه از این واکسن ها استفاده کنه. حالا ممکنه واکسن ها نقصی هم داشته باشه، عیبی هم داشته باشه، ولی سرجم واکسن زدن با نزدن قابل مقایسه نیست. اگر هم یک مشکلی داشته باشه واکسن، نزدنش خیلی مشکل ایجاد میکنه و الان یکی از موفقیت های ما در کل در دولت 12 مسئله واکسنه. یعنی الان اگه بخوایم بگیم موفقیت ما چی بوده، یکی از موارد مهم واکسنه، یکی از موارد مهم نوع مدیریت این داستانه و جلوگیری از این دوگانگی هاست. خب البته بهداشت و درمان مدافعین سلامت حسابشون جداست، اونا خط مقدم بودن، فداکاری کردن و ایثار کردن، شهید دادن، به هر حال کار بزرگی اونا انجام دادن، اما همه حضور پیدا کردند. خوبیش این بود که هیچ که نرفت عقب، اختلاف دو دستگی ایجاد نشد. حالا یه چیزایی گفته میشد ولی همه واقعا تو یک مسیر حرکت کردن، فرهیختگان دانشگاهی، فرهیختگان حوزه، تقریبا صدا واحد بود. حالا
احزاب و عرض کنم که جناهای مختلف هم ممکنه سلیقه‌های مختلف داشتن، ولی تو این داستان به هر حال همه همصدا بودن، همه یاری کردن، همه به صحنه آمدن تا ما بتونیم با این ویروس بسیار خطرناک مقابله کنیم و مبارزه کنیم. من خیلی خوشحالم الان که در طول این یک سال و نیم علاوه بر تخت‌های بیمارستانی که ما قبلاً آماده کرده بودیم، مخصوصاً در این 8 سال خب در بخش سلامت کار عظیم و بی‌نظیری، حتماً رو این کلمه من تأکید میکنم، در این 8 سال در بهداشت درمان کار بی‌نظیری در تاریخ ایران انجام گرفته، قبل انقلاب، بعد انقلاب، فرق نمی‌کنه از نظر نیروی انسانی، از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تخت‌های بیمارستانی، از لحاظ خود بیمارستان‌ها. این که ما در این 1.5 سال موفق شدیم 13,000 تخت بیمارستانی و تخت ویژه رو اضافه کنیم، 13,000 تخت اضافه شده در کمتر از 2 سال، خب یک رقم بسیار عظیم و بالایی است. همین الان هم هزارها تخت، ما همین امروز بعد از ظهر چند، شاید نزدیک 2,000 تخت بیمارستانی، حالا الان رقمش دقیق یادم نیست، ولی نزدیک 2,000 تخت بیمارستانی همین امروز ما افتتاح میکنیم و یک بیمارستان عظیم 1,000 تخت خوابی دیگه مراحل نهاییشه دیگه، حالا احتمالاً بتونه همین روزها بیمار بپذیره، حالا این بوده وزارت بهداشت درمانه، البته تکمیل نهاییش یه مقدار شاید بعضی جاها کار داشته باشه، ولی اینم آماده است برای اینکه بیمار بپذیره و توی این شرایط فعلی کرونایی واقعا این بیمارستان الان آمادگی داره که بیمار کرونایی رو بپذیره. خب بزرگترین بیمارستان تاریخ ایران میشه گفت، حالا بعد انقلاب که ما یه هم چیزی نداشتیم، قبل انقلاب هم یه جا 1,000 خورده تخت در یه جا با این تجهیزات و امکانات هیچ وقت نداشتیم. بزرگترین و مجهزترین بیمارستان ما آماده افتتاحه، من فکر میکنم چند هفته دیگر آماده افتتاح میشه دیگه، حالا مراحل نهاییش. بعضی از دوستان حتی معتقد بودن ما امروز افتتاح کنیم، من گفتم نه، حالا بیمار رو خواستن بپذیرن، اگر نظر وزارت بهداشت درمان، افتتاح رو بذاریم برای چند هفته دیگر یا 1-2 ماه دیگه که همه چیزش کامل بشه و نهایی بشه. خب این یکی از افتخارات بزرگ ماست، واکسن یکی از افتخارات بزرگ ماست. ما پیشبینی که میکردیم برای واکسن الان یه قدم جلوتریم، علارغم این که خب اونایی که میخواستن واکسن به ما بفروشن، به ما بدن، به دلایل مختلف حالا نشد به زمان به موقع به ما بدن، کوواکس مثلا خیلی تخلف کرد به موقع به ما نداد، ما در دادن ارز و پول و اینها یه مشکلاتی داشتیم، اما در این حال امروز شما میبینید که در کل ما جلویم. ما قرار ما این بود تا پایان این دولت 65 ساله ها را و اونهایی که بیماری های زمینه ای دارند واکسینه بشن، الان از 65 بحث 55 هست، الان تو بعضی از استانها 50 سال به بالا دارن واکسینه میشن، در بعضی از جاها مثل جزایر، مثل عشایر 18 ساله به بالا واکسینه شدن. بنابراین یک قدم از اونی که ما قول داده بودیم جلویم، انشالله تا پایان این دولت که چند روز آینده هست ما انشالله اون قولی که دادیم در زمینه هم افراد مسن، هم افرادی که پر ریسک بودن واکسیناسیونشون انجام گرفته و حتی مشاغلی که به هر حال یه مقدار پرخطر هستن، الان شروع شده بحث آموزش پرورش، معلمین، بحث و اساتید دانشگاه در بخش حمل و نقل، اینا هم به هر حال آغاز شده و شروع شده، انشاءالله این روند ادامه پیدا میکنه و من خوشحالم در کنار واکسن خارجی که الان به وفور داره کم کم در اختیار ما قرار میگیره، واکسن داخلی ما هم انشاءالله داره به وفور به بازار میاد و در اصل تزریق قرار میگیره. مجموعاً ما میتونیم بگیم در این دو زمینه، یعنی تختای بیمارستانی، تختای ویژه، اکسیژن سازها، ونتیلاتورها، تجهیزات، دارو، امکانات و در کنارش واکسن،
کار ما کار قابل قبولی هست در دنیا و تلاش بسیار زیادی شده و هیچ وقت هم الحمدلله تا امروز ما مشکل این که تخت بیمارستانی نداشته باشیم و مردم در گرفتاری تخت قرار بگیرن، گرچه الان تو این پیک پنجم روزهای بسیار سختی را داریم میگذرانیم. انشاءالله امیدواریم این افتخارم تا آخر حفظ بشه که بیماری بدون تخت نمونه، بدون دارو نمونه، بدون مراقب نمونه و انصافا مدافعین سلامت ما فداکاری بسیار عظیم و بزرگی رو در این مدت انجام دادند در این شرایط بسیار سخت. و من اگه بخوام تشکر کنم، قبل از هر چیز باید از ملت ایران تشکر بکنم که اونها با ما با توصیه‌های پزشکی، با آنچه وزارت بهداشت درمان، قرارگاه، ستاد درخواست میکرد همراهی کردن، کمک کردن. اگه مردم همراهی نمیکردن هیچ موفقیت ما نداشتیم. هم کمک کردن، هم در تولید حضور پیدا کردن و هم الحمدلله ما صف خرید برای امکانات بهداشتی، برای مواد غذایی، اینطوری که بعضی از کشورها هفته ها گرفتار بودن، ما نداشتیم. این در سایه این بود که همه مردم، همه بخشا حضور فعال پیدا کردن، نهادها و همه مسئولین هم الحمدلله در این زمینه حرکت بسیار خوبی داشتن که ما به این نکته رسیدیم. به نظر من در پایان همه عرایضم، ضمن اینکه خب باید از همه اندیشمندان و دانشمندان و بخش تولید و فعالان و بخش بهداشت و درمان و نیروهای مسلح و همه اونها و صدا و سیما تشکر بکنیم، دو سه نکته رو میخوام تأکید مجدد بکنم. یکی اینکه ایستادگی مدافعان سلامت ما به عنوان یک نقطه بارز در تاریخ ما ثبت شده و ثبت خواهد شد که در شرایط سخت نه یه روز نه دو روز، یک سال و نیم پشت سر هم آمدند و پذیرای بیماران بودند، فداکاری کردند، ایثار کردند. همه بخش‌ها از پزشک و پرستار و همه بخش های مختلف آمدند فداکاری کردند در این زمینه. دوم، همبستگی همه نیروها و نهادها و مردم در این زمینه بود. مسئله سوم واکسن بود که به خوبی ما بهش دسترسی پیدا کردیم، هم واکسن خارجی و هم داخلی. و آخرین نکته این که مردم عزیز ما همچنان بدونن عامل اصلی حفاظت در برابر این بیماری اجرای پروتکل ها و دستورالعمل های پیشگیری است، حتی اگر واکسن زده باشند، حتی اگر تزریق واکسن شده باشه، فاز اول فاز دوم، باز هم باید اصول بهداشتی رو مراعات کنند تا زمانی که اکثریت قاطع جامعه ما 70%، 75% جامعه ما واکسن گرفته باشند و در دنیا هم یه اطمینانی حاصل شده، در کشورهای دیگر هم واکسن به اندازه کافی گرفته باشند. ولی ممکنه ما همه واکسن بزنیم، کشورهای همسایه، کشورهای دیگرانی که باشون رفت آمد داریم، اونا واکسن نزده باشند، اونا با یک ویروس خطرناکتر از دلتا دو مرتبه وارد کشور بکنن این ویروس رو و مشکلات رو باز برای مردم به وجود بیارن. من از کمک‌های مؤمنانه هم بسیار متشکرم که تو مقاطع مختلف حمایت کردن از اونهایی که، چه اونهایی که قرنطینه بودن تو خونه، چه اونهایی که نیازمند بودن. و دولت هم از لحاظ اقتصادی و مالی در حد توانش کمک کرد، حالا وام بنا بود بده، استمهال اگر نیاز بود که ما امهال کردیم، مواردی که لازم بوده عرض کنم که در مسئله مستأجرین کمک کردیم، همه جا اونجایی که در توان دولت بوده و امکان دولت بوده کمک کرده و این هم بسیار تاثیرگذار بوده. به اضافه این که ما در دو مقطع بسته‌های ویژه‌ای رو هم برای عده‌ای از عزیزانی که
برای 34 میلیونی که در این بسته دومی که ما قرار دادیم، برای 34 میلیونی که گرفتار بودن حدود 4 ماه ما ادامه دادیم، به هر نفری 100 هزار تومان ماهانه دادیم. به هر حال کمک دولت هم در حد توانش تونست یه مقدار بر آلام مردم و مشکلات مردم تخفیفی ایجاد بکنه. خداوند انشاءالله این خدمت رو، این تلاش رو که مورد قبول خودش قرار بده، مردم عزیز ما بدونن آنچه ما در توان داشتیم برای مقابله با کرونا انجام دادیم، همه تلاش کردیم، همه کوشش کردیم و فکر میکنم که مسئولین و مردم در کنار یکدیگر تونستند در برابر این بیماری به وظیفه خودشون به خوبی عمل کنند. در این مدت انشاءالله همین روند رو در دولت 13 هم ادامه پیدا میکنه. مسئولین دولت 13 هم تلاش خواهند کرد. انشاءالله این ستاد هم تعطیل نخواهد شد، ستاد هم باید فعالیت خودش رو ادامه بده. حالا تا امروز 78 جلسه در دولت 12 بود، جلسه بعدی در دولت 13 خواهد بود. انشاءالله کار خودش رو ادامه میده. و السلام علیکم و رحمت الله.